در جمهوری اسلامی بررسی عملکرد دستگاه و نهادهای وابسته مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی غیر قانونی و ناممکن است بنیادها آستان قدس نهاد نمایندگی ولی فقیه سازمان مج... مساجد اوقاف اینا جزایری هستند هر کدوم با یک حاکم گماشته رهبر به اسم متولی یا رئیس هیچ کس حق پرسش از اونا رو نداره برابر اصل ششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد نحوه تحقیق و تفحص در ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس به این شهر آمده است ماده 198 در اجرای اصل 76 قانون اساسی به استثنای دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود کتبن از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور را فلان 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 در اختیار وی قرار میدهد پس استثنا چی شد حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد مجلس به استثنای مجلس خبرگان رهبری شورای نگهبان و دستگاه که زیر نظر مستقیم آقای امام زمان عصر هستند یعنی اگر همه قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه رو کامل و جامع هم اجرا بفرمایند اونطور که خیلی ها میگن قانون اساسی اگر اجرا بشود گلستان میشود ایران باز هم حق پرسش از دستگاه های زیر نظر مستقیم رهبر رو ندارن اگر بیش از نیمی نباشه نیمی از اقتصاد مملکت و همه فساد مملکت حالا بعضی ها بگن همین قانون اساسی رو اگه اجرا کنن عرض کردم ایران دیگه همه چی درست میشه یکی از این دستگاه اوقاف سازمان اوقاف و امور خیریه رئیسش مهدی خاموشی دایی زن میسم خامنه ای پسر کوچیکه رهبر. یکی از پسرهای مهدی خاموشی که اسمش محسن خاموشی است با مونا چایچیان عروسی کرده وحید اشتری روزنامه‌نگار ادالت نوشت یعنی نارنجک رو انداخت در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینیه امینی ها را تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند به خاطر احکام دادگاه و حجم پرونده هایی که دارم تصمیم گرفتم چند خطی با مستندات و مدارک بنویسم و به هر جایی که دستم میرسید رساندم بلکه بدون انتشار اتفاقی بیفتد متاسفانه ماها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد البته حدس میزدم اتفاق خاصی رخ نخواهد داد برای اتمام حجت با خودم بود لاجرم این چند خط را اینجا مینویسم در توییترش که دیدین دیگه بخشایشون اگه جا داریم که باز نشون بدیم باز نشون بدیم الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماه یک میلیون تومان بدون پول پیش یک زیرزمین در حاشیه ای ترین نقاط شهر نمی توانند اجاره کنند ولی یک موقوفه 150 هکتاری و یک دامداری هزار رأسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردن شخصا به آدرس مورد نظر مراجعه کردم بلکه بتوانم از نسبت این آقازاده محترم با مسئولین کشور اطلاعی کسب کنم از پرسجو با همزایه ها در کمال ناباوری متوجه شدم این آدرس منزل مسکونی یکی از منصوبان رهبری یعنی رئیس سازمان اوقاف کشور جناب حجت الاسلام مهدی خاموشی است این که 150 هکتار زمین با یک دامداری هزار رأسی در روز روشن با ماهی یک میلیون تومان اجاره به یکی از بستگان رئیس سازمان اوقاف واگذار شده باشد به کنار اینکه در تمام قراردادها بدون نگرانی رسما آدرس منزل رئیس سازمان اوقاف را قید کند دیگر خیلی اعتماد به نفس میخواهد خیلی مؤدبانه گفته وحید اشتری مشخصات خانم مونا چاچیان در روزنامه رسمی فرزند سید محمد شجاع به شماری ملی فلان را از دوستانی که با خانواده آقای خاموشی در تعامل جویا شدم متوجه شدم متاسفانه ایشان عروس رئیس سازمان اوقاف کشور است از طرفی چون زیر نظر رهبری است کسی هم نمیتواند بگوید بالای چشمت ابروست و به هیچ جا پاسخگو نیست بعد از چند دهه در اوقاف ابتدایی ترین سامانه های شفافیت که حداقل لیست که حداقل لیست اموال و املاک با مناقصه و مزایده و واگذاری را به شود هم وجود ندارد امکان نظارت عمومی هم به کنار این که منتشر شد خب یک گوشه, گوشه کوچکی از فساد یک سازمان سراسر سر فاسد میاد توسط یک دانشجوی همیشه وفادار به جمهوری اسلامی نظام مقدس و البته عدالتخواه پر سر و صدا مالیات باید بده دیگه حکومت ولوله میندازه بلا فاصله اداره اوقاف قزوین بیانیه منتشر میکنه نوشت جناب آقای وحید اشتری اطلاعات شما از قوانین و مقررات موضوعات و پرونده های موقوفات بسیار ناچیز و کلی تلقی میگردد چرا که اساسا نوع مالکیت موقوفات و حقوق مکتسبه بهره برداران برای شما کاملا مبهم غیر علمی و غیر قابل توجیه میباشد بعدم توضیحاتی مبهم که قضیه رو بدتر کرد در ادامه این بیانیه حالا خواهم گفت قبل از هر چیزی خواستم اینو بگم که انقدر در و پیکر و حساب کتاب این اوقاف تیره و دور از چشمه که تا ببینه یه جا رسوا میشه زود میگه تو خبر نداری بی سوادی فقه نمیدونی چیه وقف و اوقاف نمیدونی چی از این حرفا قبلا هم اتفاق افتاده سال 93 وقتی جعفری ایمین آبادی نماینده مجلس که در دوره های بعد البته گفتن به اسلام التزام نداری رد صلاحیتش کردن این آدم در جنگ سالها خدمت کرده به این نظام و همین آقای جعفری ایمن آبادی و اتفاقا در شمار اصولگرایان حکومت بوده همیشه ولی همچنان که عرض کردم در رده عدالتخواهان به نوعی همیشه سعی کرده که جلوی هر با صدای بلند وایسه به هر حال و جانباز رو ویلچر این آدم رد صلاحیتش کردن گفتن به اسلام التزام نداری تو برو بعد از این سر و که حالا بخش دارم عرض میکنم سال 93 بود جعفری ایمن نماینده مجلس گیر داده بود که باید مجلس کاری کند که تحقیق و تفحص از اوقاف انجام بشه حالا غیر از اینکه طبق قانونشون نمیشه ولی به حال بخشی از فساد و مطرح میخواست بکنه و گوشه هایش رو حال مطرح کرد از جمله گفت بزنیم اول ادامه این ماجرا رو بگم بعد میرسم به صحبت های ایمن آبادی من اگه الان میخوام حرف های جفری ایمن آبادی رو بگم خیلی قضیه عقب میفته همینه که دارین میبینین این این معاون سازمان اوقاف کشور در واکنش به این ادعا گفت اینکه برخی موقوف خاری را مطرح می کنند الفاظ و واژگان را بلد نیستند یعنی مشکل این است که برخی سواد وقف و انفال و مدیریت و اوقاف با نگاه شرعی را ندارند اینا رو به جعفری ایمین آبادی میگه ها باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند تعجب ما از گفته کسانی است که باید در مسائل شرعی و قانونی آگاهی بیشتری داشته باشند ماجرا چیه بذارین اول به همون موقوفه امینی های تاکستان قزوین بپردازیم بعد عرض کردم این قسمت رو میگم که چرا جعفری ایمن آبادی هم از سال 93 داره داد میزنه میگه آقا ما هر وقت هم حرف میزنیم اینا توهین به ما میکنن مثل این نمونه که عرض کردم بروید یاد بگیرید و این داستان وحید اشتری در توییتی که دیدین میگوید در قزوین ما یکی از بزرگترین موقوفات چند صد هکتاری استان متعلق به حسینی امینی ها را تقریبا به صورت رایگان به یک دختر خانم متولد 69 واگذار کردند که این خانم عروس مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف کشور است حجت الاسلام مصطفی مجیدی حالا اون که گفتم با جزئیات داریم میریم جلو حجت الاسلام مصطفی مجیدی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین میاد جواب میده بلا فاصله مطلبی در خصوص واگذاری اراضی موقوفه حسینی امینی های قزوین منتشر شد که باید عرض کنم که این موقوفه به صورت غیر متصرفی مدیریت میشه یعنی مدیریت این موقوفه در اختیار سازمان اوقاف امور خیریه نیست و متولی خاص داره ثانیا موقوفات کشاورزی و خدمت ارسونم زراعی در استان قزوین در دوران پهلوی از وقفیت خارج شده به مردم در قانون اصلاح ترزی واگذار شده بعد از انقلاب اسلامی در قانون ابطال عرصه موقوفات به وقفیت برگشته خب ببینید فعلا دو نکته اینجا وقف خاصه و ربطی به اوقاف نداره حسینیه امینی ها که اصلا دعوا سره دو عرصه زرایی بخش عرصه یعنی زمین های زرایی که با اصلاحات ارزی زمان پهلوی به زار این واگذار شده بود بعد از انقلاب به وقفیت برگشته انقلاب سفید یکی از هدفش برچیدن نظام ارباب رعیتی بود و زمیندار کردن کشاورزایی که صاحب نسق بودن به اصطلاح یعنی رو زمین مالک کار میکردن برداشت مال خودشون بود بهره مالکانه میدادن به مالک زمین اصلاحات ارزی برای اینکه فودال ها و زمین های زمیندار های بزرگ از بین ببره این زمین های بزرگ رو تقسیم کرد بین کشاورز های صاحب نسق زمینی که روش کار میکنیم مال خودته تو این زمین ها کلی زمین وقفی هم بود که فودال برای اینکه تقسیم نشه وقف میکردن که دولت روش دست نذاره اصلاحات ارزی آمد همین زمین ها رو هم ازشون گرفت و تقسیم کرد جمهوری اسلامی که آمد رو کار این زمین ها رو دوباره زمین های وقفی اعلام کرد خب بعد دو نکته است وقف عام چیه وقف خاص چیه دونستن این نکته بسیار مهمه در این رابطه ای که داریم صحبت میکنیم و اصلا در پیوند با سازمان اوقاف و, و تمام کارهایی که داریم میکنیم و کرده از این نظر که اوقاف الان داره با گفتن اینکه موقوفات امینی ها در قزمین که صحبتش هست وقف خاصه نه وقف عام میخواد از زیر این رسوایی در بره حالا واقعا وقف خاصه یا عام این مهمه حالا برای اینکه سراغ دوره نریم توضیح و مسائل علما و جمله بندی های عجق بجقشون و اینا همون مفهوم فقهی رو در واقع در جواب به این سوال که عرض کردم با زبون آدمیزاد از وکیل دات کام براتون میخونم وقف عام عبارت است از بخشیدن عین مال برای بهره برداری از منافع آن برای عموم یا گروه خاص که افراد آن معین نیست مثل فقرا یا عزاداران محرم وقف وقتی موقوف علیهم یعنی کسی که براش وقف شده که می توانند از منافع مال بهره ببرند عموم مردم باشند یا حتی گروه خاص هم با, با افراد غیر معین این نوع وقف عام است است که تو بیمارستان رو وقف بکنی مثلا افراد غیر معین نامعین تعداد مشخص نمی کنی ازش بحری میبرن برن اینا اینا وقف عام حسینیه وقف عام در وقف خاص شخص موقوفون علیه یعنی کسی که براش وقف شده به اسم اون وقف شده کاملا مشخص است حتی اگر تعداد آن زیاد باشد وقف خاص عبارت از از بخشیدن منافع مال برای اشخاص یا شخص خاصی در حالی که عین مال باقی میماند مثلا شخص اعلام میدارد که مغازه خود را وقف سفرزند آقای الف میکند یا اینکه حتی بگوید این خانه را وقف میکنم برای تمام اقوام و خیشابندان درجه یک و درجه دو آقای الف مثلا مثلا آی... آیت الله فلان میکنم دیگه در این مورد با اینکه تعداد زیاد است اما مشخص است که موقوف علیه کسایی که براشون وقف شده چه کسانی هستن اینو نمیتونه دولت بره بگیره وقف دیگه خودشون هم نمیتونن خرید و فروشش بکنن زمیناشون که قطعا نمیتونن خرید و فروش بکنن حالا صحبت میکنیم تفاوت در تعیین متولی حالا هم تو وقف عام هم, هم تو وقف خاص برای تعیین متولی کسی که اونجا رو اداره میکنه اول از همه این حق واقف است کسی که وقف میکنه کسی که وقف کرده که متولی را مشخص کند ولی اگر به هر دلیلی وقف کننده برای موقوفه متولی تعیین نکند در صورتی که مال وقف عام باشد حاکم شرعی که در زمان حاضر همان اداره اوقاف است متولی موقوفه می شود اما اگر مال وقف خاص باشد همان افرادی که موقوفان علیهم هستند یعنی به اسمشون هست اونجا به اسمشون هست خود موقوفه را اداره میکنن پس این امینی ها در چه وضعیه به اسم کیه حدود 140 سال حدود 145 سال پیش در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار این خانه و حسینیه متبرک به دستور حاج محمد رضا امینی ساخته شد و وقف امور خیریه شد محمد رضا امینی برای خیرات و مبرات در سال 1303 هجری قمری روستاهای را جهت روزخانی در ازاداری های محرم و اطعام مساکین در این ماه و همچنین ماه های سفر و رمضان وقف این حسینیه کرد در حال حاضر این امارت دارای چند صد هکتار زمین است دیگه از این واضح تار. وقف عام دیگه از این واضح تر با این وجود مجیدی مدیر کل اوقاف امور خیریه استان قزوین چون که شنیدین گفت حسینیه امینی وقف خاص ربطی به اوقاف نداره دروغه به فتوای خمینی که اینا نمیتونن بزنن زیرش چون وقف ابوالفضل این حسینیه و تمام چند صد هکتار زمینش و اقنامه اصلی آقای محمد رضا امینی حاج محمد رضا امینی اینو وقف ابوالفضل کرد خب خمینی در توضیح مسائلش میگه که وقف اهل باشه همش وقف عامه. سوال در توضیح مسائل Khomeini. وقف بر فقرا و مساجد و روزخانی وقف عام است یا وقف خاص؟ جواب. بسمهی تعالی اگر وقف بر مطلق فقرا یا مساجد یا روزخانی باشد وقف عام است. خب حسینی امینی ها که آج ممرزا امینی اونو واسه روز خونی و مراسم مذهبی مخصوصا محرم وقف کرده بود و از مناطق و روستاهای های اطراف هم واسه نظری خوری و بهره بری از وقف عبالفضل وقف عام هرچند که تا 99 نسل اونو وقف فرزندان زکورش کرده باشه اما امینی صاحب فرزند پسر نشد و هم اکنون جلال امینی خانه را اداره می کند که از فرزندان برادر اوست امینی از ارباب و تجاری بوده است که رعیت داشتند بنابراین یک سری موقوفات را در نظر می گیرند که اواید آن برسد به تعمیر و نگهداری حسینیه و راهی برای تعمیر و مرمت و هزینه رعیت ها بوده است یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ او سند و انبال و همه چیز این حسینی افتاد دست و غاف تو مبارزه با نظام ارباب و رعیتی زمان انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارزی تقسیم شد بین کشاورزانی که روش کار میکردن بعد از انقلاب باز به طور یک پارچه رفت زیر نظر و اوقاف زمنن حسینی امینی ها جزو بناهای ملی ثبت شده و وزارت میراث فرهنگی هم متولی حفظشه چجوری افتاد دست عروس رئیس سازمان اوقاف بر اساس آنچه خانواده امینی ها میگن متولیش گرچه موروسی است اما چون وقف عامه اوقاف نظارت استثوابی بر اون داره این هم تو قانونشون یعنی چی یعنی هم ناظر است هم دخالت کننده دعوایی که سر شورای نگهبان میشه که اصلاح طلبو میگن اگر نظارت وارد برداشته بشه ایران گلستان میشه نظارت استطلاعی میگن میگن فقط خب خبر داشته باشه اطلاع داشته باشه نظارت استثبابی یعنی خودش تعیین میکنه دخالت میکنه به حرف آخرو میزنه در وقف همین نظارت استثبابی هست زمانی که اوقاف در اداره کننده خلاص اونجاست به طور کامل متولی هم داره ولی اوقافه که نظارت استثبابی داره یعنی تعیین میکنه که چی فروخته بشه چی خریده بشه تا اوقاف نگه چون این چیزی ناممکنه بدون تایید اوقاف نمیتونه متولی کاری انجام بده اینو میگه نظارت استثبابی در وقف وقف عام اگر متولیش و حتی اداره کنندش اوقاف نباشه قطعا زیر نظر اوقاف اداره میشه و اوقاف تصمیم گیرنده است یعنی میتونه متولی رو عوض کنه کما اینکه یکی دو سال پیش فکر کنم سال پیش بود که میخواست این کار بکنه به بهانه اینکه یه خانم بی یا کم هجابی به قول خودشون اونجا رفته و عکس گرفته و نمیدونم عکسش چاپ شده و گفتن که خب اینو بهانه کرده بود و گفت که متولی رو ما باید عوض بکنیم برای اینکه خودش بیشتر بیفته روش دعوایی هم با خانواده امینی ها نداشته باشه و اینا که اون متولی که نتیجه برادر واقف اصلی بود نتیجه برادر محمد رضا امینی بود به دادگاه شکایت کرد با روابطی که با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان آیت الله علای دینی و نهایتا قاضی پرونده داشت موضوع بحث ما نیست من با جزئیاتش کاری ندارم به حال متولی نذاش عوضش کنن لا تا الان منافعی که متولی داره کم نیست آخه. اجاره تمام زمین های زراعی روستای اطراف که در شمول زمین های وقفی هستن میگیره برای حفظ ساختمان وقف و برگزاری مراسم محرم و مارمزون اینا چقدر میگیره چقدر خرج میکنه همش از خودش یعنی دعوای منافع این وسط خواهران و برادران گرامی بس در سازش پنج و هفت سال پیش از این میگم پنج و هفت سال پیش از این برای اینکه اختلاف از در بین علما میگم حالا شایدم به خاطر سازش بخشی از این موقوفه رو مفتکی اجاره داده به محسن خاموشی پسردایی زن میسم خامنه ای که باباش رئیس کل اوقافه یعنی رضایت داده به این موضوع دعوا نکنه ابوالفضل امینی ها فرزند متولی خانه حسینیه تاریخی امینی ها در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قزوین ضمن تایید صحت اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجت الاسلام خاموشی گفت در خبرها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده در حالی که اجاره بهای ماهانه حدودا 900 هزار تومان ماهانه است این خانم همچنان به عنوان مستجر و اوقاف قرارداد دارد من وقتی روی کار آمدم دیدم این خانم مستجر ماست اما به ما فشار می آوردن که صدایش را در نیاوریم چرا؟ چرا؟ حالا که هول شدین اومدین هی بیانیه میدین مساحبه فلان چرا؟ چرا فشار می آوردین, می آوردین که صدایش را در نیاوریم؟ چون هیچ چیتون بر اساس قانون خودتون نیست و هیچ جوری نمیتونین از رانتو، و زمینخواری و دزیاتون که سر در بیت رهبر معظمتون داره دفاع کنه میگه نیست داره کارمونو بکن حسینی قزوین وقف عامه که متولیش آدم حقیقیه ولی تحت اداره اوقافه و اوقاف دروغ میگه که تحت اداره من نیست قبل از انقلاب با قانون اصلاحات ارزی وقف خاص دست نخورده باقی موند ولی وقف عام که زیر نظر دولت و اداره و اوقاف بود بین کشاورزا تقسیم شد قانون اصلاحات ارزی مسبب 24 اسفند 1338 که دعواش کشید تا دولت امینی 1341 عملی شد در واقع فصل دوم ماده دوم حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اهم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا 400 هکتار از اراضی آبی و یا 800 هکتار از اراضی دیم و بایر است و مالک می تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب کند تفسیر یک در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم کسایی که براشون وقف شده تا میزان مقرر در ماده یعنی همون 400 هکتار از اراضی آبی 800 هکتار اراضی دیم یا بایر کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند که میگه ما کاری بهش نداریم روشن شد میگه مالک همینقدر میتونه برداره حالا میخواد ده هزار هکتار باشه همینقدر میتونه مالک برداره مالکش بشه همین قدم اگر وقف خاص باشه یعنی اگر در کنارش اینو داده باشی به آدمایی که مثلا به چه میدونم وقف پسر پجمم قولی کرده باشی باز اونم به همین میزان بقیه شخصی میشه میرید از کشاورزا استثناء ها هم داشته است البته مستثنیات به قرار زیر است عراضی املاک آستانه قدس رضوی، مسجد گوهرشاد، آستانه حضرت معصومه، آستانه حضرت عبدالعظیم، شاه چراغ، شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپه سالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام منفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا می شود و همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام منفی میرسد و همچنین املاک پهلوی اینا تقسیم بندی اصلاحات ارضی خلاصی روش انجام نمیشده نشد یعنی حالا اینا رو بذارین کنار همه اونایی که انجام شد موقعی که انقلاب شد بعد از انقلاب خمینی حکم داد که همه زمین های وقفی که در جریان اصلاحات ارضی تقسیم شدن دوباره جز و املاک وقفی به حساب بیان برن زیر نظر اداره سازمان و اوقاف موقع حج ای هم همین رویه خمینی رو ادامه داد پرسش در توضیح مسئله ایشون یک زمین مزروعی وقف خاص بوده در اصلاحات ارزی به زارعین واگذار شده و مبلغ تعیین شده زمین را زارعین پرداخت کردند که اسناد وجود دارد آیا زمین هنوز وقف است یا خیر از آیت الله لزما خامنه ای مد از ذله العالی چه میدونم در فرض جواب در فرض مذکور اگر وقف محقق شده بوده معامله باطل و زمین باید به حالت اول و وقف برگردانده شود میگه معامله یعنی اون که در اصلاحات ارزی به این واگذار شده فلان باطل اون معامله باطل باید دوباره به حالت اول به وقف برگردانده شود که چه شود که سازمان اوقاف کلش رو بخوره وقتی هم مچش گرفته شد بگه این از اول وقف خاص بوده به ما ربطی نداره برین سراغ خانواده متولی فلانینا ما این وسط فقط پول پذیرش و واسدگی واسطگی اجاره احتمالیش رو میگیریم اگه کسی به کسی اجاره بده بقیهش به ما مربوط نیست موقوفات کشاورزی و خدمت ارسونم زراعی در استان قزوین در دوران پهلوی از وقفیت خارج شده به مردم در قانون اصلاح ترزی باگذار شده بعد از انقلاب اسلامی در قانون ابطال عرضه موقوفات به وقفیت برگشته و حقوق موجود در عراضی موقوف اعیانی ها زراعت ها متعلق به مردم و زارعینه و این حقوق به صورت قانونی و طبیعی حق مسلم مردمه که قابل خرید و فروشه بین خودشون خرید و فروش میکنن فقط یک پذیره نقل و انتقالی که بین خریدار و فروشنده اتفاق میفته بر اساس قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری 10 تا 15 درصدش بسته به نوع کاربری به موقوفه تعلق می گیره در این پرونده ای هم که اشاره شده امروز در فضای مجازی دقیقا همین اتفاق افتاده خب دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه من عرض کردم بخشی از گوشه های قضیه رو افسون بر اینکه هیچ خرید و فروش اتفاق نیفتاده برعکس حرفایی که این آخونده میزد ملک وقفی فقط از یک مستجر به مستاجر دیگه منتقل شده هزینه انتقالم 340 میلیون تومن به اوقاف قزوین پرداخت شده این کار اوقاف هست این پذیره, انتقال بهش میگن به اصطلاح دفعه اولا بخوای اجاره بدی باید این کارو بکنی حالا میگه 340 میلیون تومن اینجا بستگی به متراج داره جاش داره چه میدونم قیمتش داره ملک وقفی که اصلا قابل فروش نیست که میگه خریده و فروش شده یعنی عرصه عرصه و اعیان که میگن عرصه میشود زمین اعیان میشه بنا و ساختمون عرصه و اعیان وقفی اصلا زمینشون قابل فروش نیست این بابا اومده به اونان رئیس اوقاف استان قزوین توضیح میده مثلا قضیه رو روشن ماسمالی کنه ببینید طبق اسنادی که هست این اسناد ببینید تاریخ توجه بفرمایید تاریخ بالای اسناد تاریخ سال 97 رو دارن یعنی وقتی مهدی خاموشی شد رئیس اوقاف سال 97 قبلش رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود 97 شد رئیس اوقاف همون سال 97 سند زدن که از سال 1400 تا 1403 اینجا اجاره داده می شود به مونا چایچیان برای سال بعد تو فیلمی که خبرگذاری سپا ببینین کلم زدم هزار بار به دیوار واقعا نمیتونم حرف بزنم ببینین سندی که دیدین تاریخش سال 97 یه بار دیگه میگم سال 97 نشستن امضا کردن سند زدن گفتن سال 1400 تا 1403 این زمین میره در اجاره خانم مونا چایچیان زن محسن خاموشی پسر مهدی خاموشی رئیس اوقاف همون سال 97 هم مهدی خاموشی میشه رئیس اوقاف یعنی سب نکردن که یعنی کادو به هم دادن سب نکردن که بذارم مثلا 1400 خب 1400 برو سند امضا کن فلان همه چی هم قانونی همه چی هم شما میگین درسته 1400 باید این کارو بکنه نه سال 97 برای 1400 تو این سال هزار جور سیب که رو بالا تا بیاد پای هزار میخوره چرا؟ سال بعد تو فیلمی که خبرگزاری سپاه فارس در آورده به همه نشون داده تو صدا و سیماشون اینا رو خبرگزاریش میگه اینجا سال 95 به محسن خاموشی فروخته شد به پسر مهدی خاموشی که هر کردم مثلا فروشی در کار نیست چون وقف عام وقف خواستم تا مدت وقف تموم نشده قابل خرید و فروش نیست و اینجا هم که اون ادعای اول این است که تا 99 تا 99 فرزند زکور وقف خاص است خب وقف خاصش هم که تمام نشده شیش قید فروش شده به هر حال میگه سال 95 به محسن خاموشی فروخته شد و سه سال بعد هم محسن خاموشی منتقلش کرد به زنش مونا چایچیان سندم نشون میده ببینید 25 دوازده 1395 آقای صفویه که مالک 450 هکتار بوده 150 هکتارش که 120 هکتارش در واقع سهم وقفه و 30 هکتارش سهم مالکانه خودش بوده رو به آقای خدمت عرض کنم که محسن صد خاموشی میفروشه در سال 1399 سند رسمی موقوفه آی, خام... آه خاموشی که سند وکالتنامه نامه داشته آسد محسن به نام خانومش معرفی میکنه و سند رسمی با موقوفه رو در سال 99 تنظیم میکنه برای تنظیم سند عرض کردم 340 میلیون تومان با همون فرمولی که تعریف کردم حق پذیره انتقال به موقوف پرداخت میکنه دو یک 32 میلیون تومان و یک 4 میلیون و 500 که جمعش می شود خدمت عرض که حدود 37 میلیون تومان برای سه سال اجاره با اینم در جریان باشید یعنی سالی حدود 12 میلیون و 200 هزار تومان نه سالی 1 میلیون تومان سالی 12 میلیون میشه ما 1 میلیون تومان اول هیچکس نگفته سالی 1 میلیون تومان ولی داشطری هم نوشته ما 1 میلیون تومان براتون هم خوندم توییتش رو دو بار دیدیم این این دیگه خلط مبحث نیست که این آخونده میکنند خیلی هم جدی فقط دروغ آگاهانه است یا چه میدونم شاید هم نه است که اینقدر حول شدن چجوری جواب بدن که وقت نکردن قبلش دقیق مطالعه کنن اما توییت رو ببینن که نوشته مایه میدونم ما یه میلیون تومان برای اجاره 150 هکتار زمین زراعی و دامداری محصور شامل پرورش گاو و شتر مرغ توی صنعت نوشته و دارای انشاب برق و گاز و یک حلقه چاه آب بعد این نکته هم که میگه آقای محسن صفوی اجاره داده محسن صفوی اجاره نداد محسن صفوی یه شرکت خانوادگی میزنه به اسم کشت و صنعت ها که دارین می‌بینین سال 83 اینجا رو اجاره میکنه به اسم این شرکت فقط امضا میکنه سال 97 که دیگه در اجاره من نیست تمام مستجر قبلی بوده امضاش اونجاست همین زمین اوقافی بذارین ادامه رو عرض بکنم تا میرسیم زمین اوقافی به ملک گفته می شود که مالک آن زمین را برای امور خیریه وقف کرده است با توجه به این تعریف ساده از زمین های اوقافی به راحتی میتوان حدس زد که در حال حاضر مالک این زمین ها اداره اوقاف و امور خیریه است هر گونه خرید و فروش اجاره یا دخل و تصرف در املاک اوقافی تحت نظارت اداره اوقاف و امور خیریه باید انجام گیرد بعد تاریخ اسنادی که تو این ویدیو از رئیس اوقاف قزوین دیدیم با اسنادی که وحید اشتری منتشر کرده فرق داره. تاریخ اسنادی که نشون داد، اینجا دارین می‌بینین. تاریخا این اسناد اسنادی است که وحید اشتری منتشر کرده. تاریخ دوم اردیبهشت 1397 دوی, دوی اینجا هم عرصه هم دامداری در اردیبهشت 97 اجاره داده شدن به مونا چایچیان برای سال 1400 تا 1403 حالا اشاره کردم که همون سالی که مهدی خاموشی میشه رئیس اوقاف این قرارداد امضا میشه در حالی که مربوط به سه سال بعدشه حالا تو سندی که رئیس اوقاف قزوین نشون داد فیلم شدین این تاریخ سند به جای دوی اردیبهشت 97 25 اسفند 95 بقیه سند همونا 25 اسفند 95 میگه محسن خاموشی گلپسر مهدی خاموشی رئیس اوقاف و شوهر مناچایچیان سال 95 اینجا رو میخره سال 99 به اسم زنش میکنه 340 میلیون تومان فقط حق حساب میده به اوقاف و اونان حق پذیری انتقال این داستان از کجا در اومده؟ از تو این تغییر تاریخ اسناد دنبال چی هستن؟ اشاره کردم دیگه حالا بازم خواهم گفت اما یه نکته مهمه دیگه از خرید و فروشی در کار نبوده و نیست چون وقت نمیشه خرید و فروش کرد اینو عرض کردم